دوستان عزیزم سلام بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به امروز از آموزش هایی که در کانال محمود بیز در اختیارتون قرار دادم استفاده کافی رو برده باشید. در ابتدا از شما دعوت میکنم کانال من رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید، محمود بیز فراموش نشه، سابسکرایب کنید، گزینه زنگوله رو حتما بعد از اینکه سابسکرایب کردید اینجا ظاهر میشه حتما فشار بدید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که من هر روز آماده میکنم زودتر از سایرین قرار بگیرید. من در آموزش های قبل در مورد کسب درآمد میلیونی از طریق بیت کوین به شما آموزش دادم و حتی در ویدیوی بعد از اون هم به شما نشون دادم که اون درآمدی که از طریق بیت کوین کسب کرده بودم رو چطور انتقال دادم به کیف پولم. حتما از این دوتا ویدیو که لینکش رو در انتهای فیلم میذارم حتما استفاده کنید. اگر کسب درآمد میخواید تو خونه سیستم کامپیوترتون روشن یا با موبایلتون مثلا دارید کار میکنید، بذارید این کسب درآمد هم همچنان برای خودش باشه بدون اینکه قرار باشه پشت کامپیوتر بشینید یا هر چیزی، بدون اینکه قرار باشه وقت زیادی بذارید، فقط با یک کلیک میتونید بیت کوین استخراج بکنید و این پول رو در کیف پولتون قرار بدید و بعد از این مدتی هم این پول رو استخراج بکنید. من در یکی از آموزش‌هام در مورد کسب درآمد از سایت‌های خارجی برای افرادی توضیح دادم که افراد تخصص داشتن، میتونستن پروژه بردارن یا به اصطلاح فریلنسر بودن، آزادکار بودن که میتونستن بر اساس تخصص چون پروژه‌های مختلفی که ارائه شده ببینن و پروژه‌های مختلف رو انتخاب بکنن و استفاده کنن. خب اون پروژه‌ها برای فریلنسرهایی بود که میتونستن برای سایت‌های خارجی کار بکنن و خب بد نیست اگر تخصصی دارید، زبان بلدید یا تخصص‌های مختلفی بلدید که میتونید پروژه‌های مختلف رو اجرا بکنید، حتما از این آموزش که من قبلا آماده کردم حتما استفاده کنید. لینک این ویدیو رو هم در انتهای ویدیو براتون میذارم که حتما اگر در خارج از ایران هستید یا حتی در ایران هستید میتونید با این سایت به راحتی کسب درآمد میلیونی داشته باشید و به جای ریال گرفتنی که الان روز به روز ارزشش اومده پایین دلار بگیرید و حداقل کسب درآمدتون بر اساس دلار باشه. دلار بگیر به ریال هم خرج کن، مطمئنا لذتش بیشتر از اون ریالی هست که ما توی ایران باید یه دلار رو بخریم 14500 تومان. من امروز برای اون دسته از دوستانی که زبان بلد نیستن و حتی نمیتونن پولهاشون رو مثلا از سایت‌های خارجی بگیرن، خب بهشون آموزش میدم که توی ایران بتونن این کار رو انجام بدن. برای اون دوستانی که رفتن فریلنسر رو ویدیو رو دیدن و الان شروع کردن مشغول به کار شدن هم من حتما در آموزش های بعد بهشون یاد خواهم داد که چطور پول هایی که از سایت های خارجی به دست آوردن و توی حساب هاشون هست رو توی ایران به صورت نقدی دریافت بکنن. خب امروز در مورد دو تا از سایت های قدیمی ایران صحبت میکنم که یکی سابقش 11 ساله، یکی هم مثلا هولوش 6 سال تا 7 سال اعتبارشه. این دوتا وبسایت وبسایت‌هایی هستن که به شما ریال میدن، یعنی شما پروژه انجام میدی به شما ریال میدن. خب با هم باز میکنیم. اولین سایت سایت پارس کودرز هست. این سایت همینطوری که دارید میبینید 110,000 نفر به عنوان متخصص داخلش ثبت نام کردن. شما هم میتونید به عنوان متخصص تو این سایت ثبت نام بکنید و مهارتی اگر دارید از طریق اون مهارتتون کسب درآمد داشته باشید. گفتم درآمد این وبسایت از طریق ریاله، یعنی با ریال با شما قرارداد می‌بنده چون سایتش ایرانیه، 11 ساله داره کار میکنه. برای اونهایی که به دنبال این میگردن که نیروهای متخصص رو پیدا بکنن برای انجام پروژه‌های خودشون، این وبسایت میتونه بهشون کمک بکنه. میتونن اینجا ثبت پروژه انجام بدن و از طریق بخش مهارت هم میتونن افرادی که میتونن تخصصی داشته باشن اینجا معرفی بکنن و کارهایی رو پیاده بکنن. ببینید خود پارس کودرز معرفی میکنه مغروم به صرفه ترین بازار کار ایران رو به عنوان اولین وبسایتی که این کار رو انجام داد تو ایران انجام داده. کارهایی که میتونید توی این سایت انجام بدید از تایپ کردن، ترجمه و ویرایش، طراحی وبسایت، برنامه‌نویسی، گرافیک یا هر چیزی که فکرشو بکنید، SEO سایت، برنامه‌های آموزشی میتونید بسازید، صداگذاری، میکس یا هر چیزی تخصص داشته باشید توی این وبسایت میتونید انجام بدید. کسی که به عنوان مجری یا فریلنسر یا کسی که به عنوان دورکار توی این سایت میتونه انجام بده، از لحاظ مالی میتونه درآمد مطمئن رو کسب بکنه چون این وبسایت جزء وبسایت‌های موفقیه که 11 سال از عمرش میگذره و به صورت کامل هم تضمین شده است کارش. به عنوان مثال پروژه‌هایی که کارفرمایان به تازگی ثبت کردن رو ببینید. یه نفر گفته من یک دونه ترجمه میخوام، یه نفر گفته تحلیل آماری میخوام،
یه نفر گفته من طراحی یه لوگو میخوام، یه نفر گفته من یه مقاله همراه با دیتا ست به شبیه سازی میخوام، یا یه نفر گفته پسورد اکانت اینستاگراممو فراموش کردم میخوام برام به دست بیارید، یکی بازه تخت میخواد، بازه تخته نرده میخواد، یکی پروژه اندروید میخواد که دیتابیس داشته باشه دانشجو، یکی پروپوزال میخواد، یکی طراحی لوگو فروشگاه آنلاین میخواد، طراحی لوگو گروه آموزشی میخواد، یه نفر برنامه نویس میخواد، یه نفر تایپ میخواد. پس میبینید که پروژه های بسیار بسیار زیادی اینجا ثبت شده و فقط افرادی میتونن این پروژه ها رو بگیرن که تخصصشو داشته باشن، بتونن این کارها رو اجرا بکنن. پس استارت بزنید، حتما حتما از همین الان توی خونه نشستید، تخصصی دارید، برید داخل پارس کودرز. من لینکش رو در انتهای این ویدیو براتون میذارم توی توضیحات ویدیو، در انتهای ویدیو در اون توضیحات پایین میتونید لینکش رو باز کنید و برید اینجا ثبت نام رایگان. بعد از اینکه سایت رو بر اساس لینک باز کردید، ثبت نام رایگان میزنید و ثبت نام میکنید، یا فرم ثبت نام مستقیم براتون باز میشه، میتونید ثبت نام کنید و به عنوان یه مجری یا کسی که دورکاری انجام میده یا یه دونه فریلنسر توی بازار ایران به کسب درآمد بپردازید. خب من ثبت نام کردم توی پارس کودرز، اکانتمو باز میکنم. اینجا به من میگه آخرین لاگینی که من وارد سایت شدم هفته آبان بوده، من تو اون زمان فکر کنم پسوردم رو اشتباه زده بودم احتمالاً. خب اینجا شما میتونید پروژه ها رو ببینید، سفارش پروژه اگه داشته باشید اینجا میتونید بدید. همه پروژه های باز اینجا دیده میشه، هر کسی که پروژه ثبت کرده به عنوان کارفرما تمام پروژه هاشون اینجاست. ببینید یه نفر گفته من یه مقاله میخوام، برنامه‌نویسی فصل 4 پایان‌نامه با جاوا میخوام. شما اگر تخصص داشته باشید میتونید این رو باز بکنید. مثلا من میخوام در خصوص طراحی، بذارید مثلا من پروپوزال فروشگاه شهر دوستدار کودک رو باز میکنم. اینجا کارفرما نوشته چه نیازی داره، گفته با سلام من یه پروپوزال میخوام شامل این موارد باشه و میخوام نتایج پاسخگویی هر کدوم توی نیازهای شهری دیده بشه، فهرستش این هاست، با کمترین زمان و قیمت سپرده. اینها رو گفته شما پیشنهاد بدید. میبینید که اینجا 6 تا پیشنهاد ارسال شده، یکی دو ساعت پیش، دو ساعت پیش، دو ساعت پیش، یک ساعت پیش. خب اینجا حتی طرف میتونه ببینه که مثلا آقای ایکسی که این درخواست رو داده چند تا پروژه موفق داشته، یعنی طرف کارش همینه. ببینید 23 تا پروژه موفق، این یکی 78 تا پروژه موفق داره. یعنی اونی که کارفرما هست میاد، اونی که پروژه های موفق و خوبی رو داره میره باز میخونه، اطلاعاتشو میخونه و میخونه و اطلاعات رو استفاده میکنه، بر اساس اون میتونه یه کارفرما رو، یه مجری رو انتخاب بکنه. خب مثلا شما اینجا حتی این پروژه رو اطلاعاتشو خوندید، این پایین به عنوان کارفرما طرف میتونه اینها رو ببینه و درخواست شما اینجا ثبت میشه، اینجا دسترسی بهتون داده. گفته حداقل مبلغی که میتونید بابت این پروپوزال به من بهتون بدم 5000 تومانه، حد اکثرش 100000 تومانه، تو دو روز میخوام اجرا بشه. بعد از اینکه تو دو روز اجرا شد من مبلغ رو به شما میدم. اما بازم بهتون میگم که این افرادی که به عنوان کارفرما میان اینجا پروژه ثبت میکنن، نمیتونن مثلا بگن خب تو کار اجرا کردی من به تو پولو نمیدم. به اینها اصلا مرتبط نمیشه. اینها بعد از اینکه پروژه رو اینجا اعلام میکنن و یک نفر به عنوان مجری یا فریلنسر این پروژه انتخاب میشه، مبلغ رو به اجبار باید بدن به پارس کودرز. یعنی پارس کودرز این مبلغ رو میگیره و بعد از اینکه گرفت پروژه رو توسط مجری یا اون کسی که اجرا کننده کار هست به اتمام برسه، پارس کودرز این مبلغ رو به مجری خواهد داد. یعنی این نیست که شما فکر کنی پروژه رو انجام بدی پولتو بهت ندن، نه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. خب 21 نفر تا الان این پروژه رو دیدن، وضعیت مناقصه هم بازه. یعنی شما میتونی بین 5000 تومان تا 100000 تومان درخواستتو بدی. خب 100000 تومان ممکنه شما تو 2 دقیقه، تو 5 دقیقه، تو 1 ساعت این کارو انجام بدی و پولت رو بگیری به همین راحتی. پس این چیز زماندار و زمان زیاد بری نخواهد بود. خب امور مالی خریدار، اینها چیزاییه که شما بعد از اون میتونید، حتی خود شما هم میتونید اگر نیاز به پروژه داشتید برید اینجا سفارش پروژه بدید و سفارشتون رو ثبت کنید، افرادی که هستن سفارش شما رو ببینن و اون پروژه رو مثلا اجرا کنن، شما پول رو به اونها پرداخت بکنید. ببینید اینجا فوق العاده پروژه های زیادیه، مثلا شما بر اساس هر چی بخواید اینجا میتونید سرچ کنید، مثلا به مقاله رو بذارید سرچ کنید. فهرست پروژه‌ای که بر اساس مقاله مورد نیاز هستن اینجا هست. ببینید 15 ساعت پیش یک پیشنهاد، ببینید
صفر تا صد یه مقاله میخواد در حوزه مهندسی راه و ترابری، سمینار میخواد اجرا کنه، دنبال مقاله میگرده. پس میبینید حتی آیسای رشته تحصیل مهندسی صنعتی حتی نوشتن مقاله یا اسام اینجا گفتن آقا شما بیاد پیشنهاد بدید، اگه میتونید پایان نامه طرف میخواد براش بنویسید بیاد این کار رو انجام بدید. در زمینه فیزیک هستی آیسای میتونید یه مقاله اگر بخواد اینجا پردا انجام بدید و مبلغ هزینه و دستمزدتون رو بگیرید. اینجا هم میتونید پروژه رو شما بیاد ثبت بکنید و وقتی پروژه ثبت کردید میتونید اینجا کارفرمایی باشید که افراد زیادی به شما درخواست ثبت پروژه بدن. خب سایت پارس کودرز رو به شما معرفی کردم. پس بعد از ثبت نام میتونید از پروژه ها همه پروژه ها رو بزنید و پروژه هایی که براتون انتخاب شده و هست رو میتونید ببینید. اما سایت بعدی سایت پونیشا است. شما میتونید از طریق سایت پونیشا همچون فریلنسرهای دیگه که توی این سایت ثبت نام کردن نیروهای متخصص زیادی رو ببینید و ازشون استفاده بکنید. توی اون سایت دیدید توی پارس کودرز که من بهتون نشون دادم اونجا هم هزاران هزار برنامه نویس هستن، هزاران هزار نویسنده هستن، هزاران هزار کسی هست که میتونه گرافیک براتون کار بکنه، مترجم میتونید اونجا پیدا بکنید و مقالاتتون رو به راحتی ترجمه کنید. ببینید برای هر کاری میشه توی پارس کودرز یا پونیشا میتونید نیروی متخصص پیدا کنید. کارها رو همیشه میشه واقعا سریع و ارزان انجام داد و کارها میشه برون سپاری کرد و کارو سپورت به بقیه. به عنوان مثال فریلنسرها با هم رقابت میکنن تا کار شما بهتر انجام بشه. الان مثلا توی یه پروژه 5 نفر درخواست پروژه دادن، ممکنه یه نفر 400 هزار تومان داده باشه، یه نفر 300 هزار تومان داده باشه، یک نفر مثل ایشون 350 هزار تومان داده باشه که این کار انجام شده توسط یک کاربر با 350 هزار تومان. اصلاحات و تغییرات سایت املاک بوده با وردپرس نوشتن که این کار انجام شده. یا مثلا کار بوده 4 تا پیشنهاد بهش دادن، رفع ایرادات یه اپلیکیشن اندروید بوده که قیمتش 150 تومان پول گرفتن و این کارو انجام دادن. همه کاربرای این سایت 274 هزار نفرن در حالی که کاربران سایت پارس کودرز 110 هزار نفرن. به خاطر اینکه خب پارس کودرز به نسبت پونشا تبلیغاتش کمتره اما قدمتش واقعا قدمت زیادیه. شما توی punisha.com هم میتونید ثبت نام بکنید. بعد از گزینه ثبت نام که زدید یک صفحه براتون باز میشه. توی این صفحه شما میتونید ثبت نامتون رو توی این سایت انجام بدید. از طریق گزینه ورود میتونید اکانتی که ساختید رو بزنید و واردش بشید. منتها اگر ثبت نام میخواید بکنید از این طریق یه نام کاربری میزنید، یه آدرس ایمیل و یه رمز. بعد اینجا دو نوع کار میشه، شما میخواید فریلنسر باشید کسی که کار انجام میده، یا میخواید کارفرما باشید کسی که پروژه داره و میگه آقا میخوام بقیه برای من این کار رو انجام بدن. و بعد میتونید حتی از طریق اکانت گوگلتون هم میتونید توی این سایت لاگین بکنید. خب من اجازه بدید توی این سایت ورود رو بزنم و وارد شم. خب من وارد اکانتم شدم. توی این اکانت میبینید من 4 تا پروژه ایجاد کردم قدیم و مبلغ موجودیم هم منهای 50 تومنه. البته نمیدونم چرا شده منهای 50 تومن، چون واقعا تعجب آوره. خب توی این سایت هم شما میتونید پروژه های مختلفی رو ببینید و استفاده بکنید. این پروژه ها رو شما میتونید حتی انتخاب کنید، میتونید بر اساس تخصصتون از پروژه هایی که ارائه شده استفاده بکنید. یک نفر اومده نوشته که من میخوام یه پلاگین وردپرس بسازم جهت ایمپورت محصولاتم از سایت دیگه که 1,500,000 تومان بابتش پول پرداخت میکنه. شما اگر یک برنامه نویسی باشید که متخصص باشید در زمینه وردپرس میتونید اینو بنویسید و 1,500,000 تومان به راحتی پول بگیرید. یا مثلا ببینید گفته من یه سایت بی تو بی میخوام که با وردپرس نوشته بشه، قیمتش هم 3,000,000 تومان به شما پول میدن. ببینید خیلی پروژه های خوبیه اگر شما به صفحه آرایی تخصص داشته باشید و میتونید از طریق نرم افزارهای گرافیکی مثل کورل یا سایر نرم افزارها میتونید تخصص دارید، میتونید صفحه آرایی بکنید. 1,500,000 تومان برای صفحه آرایی یک کتاب 250 صفحه‌ای به شما مبلغ میدن که حالا ممکنه این صفحه بندی مثلا شاید در حدود 10-15 روز زمان شما رو بگیره که اگه بخواد زمان بیشتری بذارید مطمئنا زودتر به این مبلغ خواهید رسید. یا مثلا یه نفر یه قالب وردپرس میخواد برای فروشگاه جهت فروش فال که 5,000,000 تومان هم بابتش
پول پرداخت میکنه. پس ببینید اینها الان مثلا تصورات یا تخیلاتی نیست که مردم دارن دنبالش میگردن، اینها چیزهاییه که کارفرماها به دنبالش میگردن برای اینکه بتونن پروژه های مختلفی رو پیاده سازی بشه و استفاده کنن. پس حتما از این امکاناتی که اینجا قرار میگیره حتما استفاده کنید، توی این سایت ها عضو بشید و دیدین که پروژه مختلف رو بردارید استفاده کنید. مثلا بذارید من اینو ببینم جهت ایمپورت محصولات از سایت دیگه 1,500,000 تومان چند نفر بهش تقاضا دادن تو این 14 روز گذشته. هنوز پیشنهادی داده نشده، برخلاف سایت پارس کودت که پیشنهادات زیادی بهش درخواست میشه، اما این سایت خب هنوز درخواست زیادی روش نیومده. اما شما میتونید سریعا این رو برید، اگر برنامه‌نویس باشید سریع میتونید این پروژه رو انتخاب کنید، چون پروژه صفر پیشنهاد داره. مطمئنا اگر تخصصی داشته باشید در این زمینه شک نکنید زودتر از سایت شما انتخاب خواهید شد. بین 1,500,000 تا 5,000,000 تا 500,000 از بین 500 تومن تا 1,500,000 تومن مبلغیه که به این پروژه شما مطمئنا پول پرداخت خواهند کرد. و گفتم اینها نمیتونن مثلا بگن آقا ما این جنس رو به تو نمیفروشیم، این مبلغ رو به تو نمیدیم، بلکه این سایت پونوشا به خاطر درصدی که میگیره از هر پروژه، زمانی که شما پروژت رو اینجا معرفی میکنی مبلغ تو به پونوشا میدی و پونوشا واسطه بین شما و اون مجری است. پس مجری خیالش راحته که به هیچ عنوان کسی که سایت رو میخواد نمیتونه، پروژه رو میخواد نمیتونه بگه آقا من پولتو نمیدم، چون پولشو از پونوشا خواهد گرفت، چون پونوشا به هیچ عنوان دنبال حواشی مختلف نیست که قرار باشه برای خودش ایجاد بکنه. کار رو طرف کارفرما میخواد انجام میده، کسی که مجری هست، و بعد پونوشا مبلغش رو به اون کاربر خواهد پرداخت. از طریق ارسال پیشنهاد میتونید درخواست خودتون به این سایت بدید. من آدرس هر دو سایت پارس کودرز و پونوشا رو براتون در ادامه این ویدیو در انتها خواهم گذاشت. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کافی رو برده باشید. شما بعد از فعالیت توی این سایت ها از قسمت تنظیمات میتونید شماره حساب خودتون رو هر بانکی که توی ایران دارید، بانک ملت، ملی، سامان، پاسارگاد پارسیان، هر چیزی که دارید، میتونید آدرس شماره حساب بانکی خودتون رو ثبت کنید تا بعد از اجرای پروژه اون مبلغ رو برای شما به حسابتون انتقال بدن. منتها زمانی پول به حساب شما انتقال پیدا خواهد کرد که شما اون پروژه رو به خوبی و موفقیت آمیز انجام بدید و کارفرما تاییدیه نهایی رو بزنه. پس سعی کنید پروژه هایی که اجرا میکنید توی این دوتا وبسایت با کیفیت و مناسب و خوب باشه که تو همون روز اول کارفرما پول رو سریعا آزاد بکنه و پول وارد به حساب شما بشه. محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله بعد از سابسکرایب کردن رو حتما بزنید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که من براتون آماده میکنم و قرار میدم زودتر از سایرین قرار بگیرید. خیلی سپاسگزارم که توی این 18 دقیقه همراه من بودید. برای شما آرزوی شب و روز خوب خواهم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.